سلام بینندگان عزیز، با درک نگاهی دیگر در خدمت شما هستم. تد کروز، مارکو روبیو، تام کاتن و مارشال بلکبورن از اعضای ارشد سنای آمریکا از توییتر خواستند حساب‌های سران رژیم ایران را به پیروی از تحریم‌های ایالات متحده مسدود کنند. این چهار سناتور در نامه‌ای به جک دورسی، رئیس توییتر استدلال کردند که توییتر با داشتن معاملات با رژیم ایران در حال نقض تحریم‌های آمریکاست. آنها خواهان بستن حساب‌های خامنه‌ای، ولی فقیه و جواد ظریف وزیر خارجه این رژیم شدند. سناتورهای آمریکایی در نامه خود خامنه‌ای را رهبر اصلی‌ترین رژیم حامی تروریست در جهان توصیف کردند. سناتور تام کاتن، عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، در توییتر خود نوشت: حمله قضاوتبار رژیم سوریه و حامیان ایرانی و روس آن علیه مردم ادلب را محکوم می‌کنم. این حملات علیه شهروندان بیگناه باید فوراً متوقف شود. واشنگتن پست نوشت: نزدیک به 600 هزار سوری به دنبال یورش نیروهای بشار اسد به منطقه ادلب در نزدیکی مرز ترکیه آواره شدند. بیش از نیمی از این آوارگان کودکان هستند و مابقی اغلب زنانند. آنها در کنار جاده‌ها می‌خوابند یا زیر درختان در مزارع گلالود چادر می‌زنند، چرا که هیچ مسکنی وجود ندارد. به گفته مقامات آمریکایی، در هفته‌های اخیر شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران و حزب الله لبنان به نیروهای بشار اسد پیوستند تا این منطقه را اشغال کنند. جیمز جفری، نماینده آمریکا در سوریه، نسبت به این درگیری بسیار خطرناک هشدار داد. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو از کشتار تظاهرکنندگان در نجف ابراز نگرانی کرد. وی گفت: ما از تشدید خشونت‌ها در شهر نجف که گفته می‌شود نیروهای مقتدی صدر تظاهرکنندگان ضد دولتی را به ضرب گلوله به قتل رساندند نگران هستیم. این حادثه بار دیگر نگرانی‌های جدی ما را در مورد ناتوانی مستمر دولت عراق برجسته می‌کند. دولتی که طبق قوانین بین‌المللی کاری برای حفاظت از تظاهرکنندگان در مقابل حملات شبه نظامیان انجام نمی‌دهد. روز جمعه تظاهرات در شهرهای مختلف عراق ادامه داشت. در بغداد، تظاهرکنندگان در میدان تحریر بغداد کشتار متحسنین در نجف توسط ایادی مقتدی صدر و وحوش خامنه‌ای را محکوم کردند و علیه محمد علاوی شعار دادند. در میدان وسبه بغداد، تظاهرکنندگان با نیروهای حکومتی درگیر شدند. در کربلا، جوانان قیام آفرین به میدان احرار که روز پنجشنبه توسط ایادی مقتدی صدر مورد حمله قرار گرفته بود برگشتند. آنها شعار می‌دادند: ای وطن، ما تا آخرین قطره خون خود پرچمت را در اهتزاز نگه می‌داریم. در میدان حبوبی در ناصری تظاهرکنندگان علیه نیروهای مقتدی صدر شعار دادند. واحدة طلع ما يقبل انت تقوم بها.
روز جمعه استان زیقار واقع در جنوب عراق شاهد راهپیمایی‌های گسترده دانشجویان بود. دانشجویان علیه رژیم ایران شعار می‌دادند. در بصره قیام کنندگان تظاهرات کردند و علیه محمد علاوی شعار دادند. به نوشته شرق‌الوسط لندن، رهبران عشایر عراق به مقتدی صدر هشدار دادند خون فرزندان مردم عراق را نریزد. شرق‌الوسط نوشت حمله هواداران صدر به محل‌های تحصن معترضان محکومیت گسترده اجتماعی را برانگیخته است. با وجود کشتار و خونریزی مردم عراق به برگزاری تظاهرات ادامه می‌دهند و صدها دانش آموز و دانشجوی عراقی میدان تحریر بغداد را پر کردند. آنها شعار می‌دهند اگر 10 یا 100 نفر هم کشته شویم از خواستهای خود عقب نشینی نمی کنیم. با سپاس از همراهیتون از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید. خدا نگهدار.